سر خط خبرها. ایران زیر بار قلدری آمریکا در هیچ مقطعی نرفته، در این مقطع در برابر قلدری آمریکا ایستادگی خواهد کرد. جواب منفی ایران به اقدام آمریکا برای احیای تحریم‌های شورای امنیت. دبیر کل سازمان ملل هم میگوید به دلیل ابهامات موجود اقدام نمی‌کند. مخالفت دموکرات‌ها با اعلام جایگزین قاضی گینزبرگ در دیوان عالی آمریکا پیش از انتخابات. ترامپ میگوید هفته آینده یک زن را معرفی می‌کند. راهپیمایی گسترده در بانکوک با هدفی بی سابقه. معترضان خواهان اصلاح نظام پادشاهی شدند. و عوارض جانبی شیوع کرونا بر زندگی کودکان در هند. آمار ازدواج اجباری و کودکان کار بالا رفت. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری یک شنبه 30 شهریور ماه 20 سپتامبر از تلویزیون فارسی بی بی سی با من پریزاد نووقت. آمریکا دیشب یک طرفه اعلام کرد که تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران از امروز برمیگردد و کسانی که این تحریم‌ها را نقض کنند مجازات می‌شوند. اما دبیر کل سازمان ملل گفته که نمی‌تواند در جهت احیای تحریم‌ها اقدامی کند چون در این باره ابهاماتی وجود دارد و سایر اعضای شورای امنیت موافق نیستند. آنها این اقدام آمریکا را غیرقانونی خواندند. تحریم‌های سازمان ملل که عمدتاً مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای و تسلیحاتی ایران بود، در پی توافق برجام با صدور قطعنامه‌ای در شورای امنیت لغو شد. آمریکا ماه گذشته هم برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت تلاش کرد، اما به نتیجه نرسید. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. آمریکا دیشب رسما اعلام کرد که تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران بر طبق مکانیسم ماشه برجام بازگشته و از امروز لازم الاجراست. اما دبیر کل سازمان ملل میگوید که نمیتواند در این باره کاری انجام دهد. به نظر میرسد درباره اینکه آیا این روند در حقیقت آغاز شده و همزمان با آن آیا لغو تحریم‌ها عملا ادامه پیدا می‌کند یا نه ابهاماتی وجود دارد. دبیر کل نمیتواند این ابهام‌ها را نادیده بگیرد و اقدامی انجام دهد. به جز آمریکا بقیه اعضای دائمی شورای امنیت از اجرا نشدن تحریم‌ها صحبت کردند. آلمان، بریتانیا و فرانسه در بیانیه مشترک اعلام کردند که کاملاً به قطعنامه 2231 سازمان ملل که پس از توافق هسته‌ای یا برجام صادر شده وفادارند. وزرای خارجه این سه کشور گفتند به صورت خستگی ناپذیر کار کردند تا برجام را حفظ کنند و به آن پایبند خواهند بود. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم گفته چون آمریکا از برجام خارج شده و یکی از طرف‌های برجام محسوب نمی‌شود، نمی‌تواند روند بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را آغاز کند. روسیه هم گفته اقدام آمریکا یک طرفه است و وجاهت قانونی ندارد. وزارت خارجه روسیه در بیانیه اقدام آمریکا را نامشروع خوانده و گفته که این اقدام نمیتواند عواقب حقوقی بین‌المللی برای سایر کشورها داشته باشد. پیش از این آمریکا گفته بود کشورهایی را که تحریم‌ها علیه ایران را نقض کنند مجازات خواهد کرد. در ایران هم اقدام آمریکا با واکنش مقام‌های مختلف روبرو شده. حسن روحانی دولت ترامپ را شکست خورده توصیف کرد و گفت آمریکا نتوانست ائتلافی جهانی علیه ایران به وجود بیاورد. اگر آمریکا بخواد از قلدری خودش استفاده بکنه و حرف نادرستی که میگه من تونستم قطعنامه‌ها رو برگردانم که هیچ کس این حرف رو قبول نداره، در مقام عمل بخواد اقدامی انجام بده، حتما با پاسخ قاطع ما مواجه میشه. جمهوری اسلامی ایران همواره به تعهدات بین المللی خودش عمل کرده، اما هیچ زمانی حاضر نبوده در یک توافقی که توازن اون به هم میخوره بار اون توافق رو یک جانبه بر عهده بگیره. وزیر خارجه ایران هم دیشب در یک برنامه تلویزیونی از انزوای آمریکا صحبت کرد. این بار 13 کشور نامه نوشتن و نوشتن آمریکا حق این کار رو نداره. اون یک کشوری هم که به قطعنامه تحریم ادامه محدودیت‌های تسلیحاتی ایران رأی داده بود، اینجا سکوت کرده. حتی اون یک کشور هم از آمریکا
حمایت نکرده. لذا آمریکا با چنین وضعیتی مواجه هست. اینطور نیست که بعضیا ادعا بکنن که اصلا سازوکار به قول اونا اسنپ بک واسه اینه که یک کشور بتونه علارغم مخالفت بقیه تحریما رو برگردونه. الان وضعیت اینه که همه اعضای شورای امنیت به استثنای خود آمریکا یا سکوت کردن یک کشور یا بقیه کتباً نوشتن اصلا آمریکا تو این اتاق جا نداره که بیاد بخواد حالا صحبت بکنه ما موافق باشیم یا مخالف باشیم. دامات خصمانه آمریکا. در جلسه امروز مجلس هم کمیسیون امنیت ملی مأمور شد اقدام‌های متقابلی علیه آمریکا انجام دهد. جزئیات این اقدام‌ها هنوز مشخص نیست. در حالی که امضا کنندگان برجام گفتند اقدام آمریکا را به رسمیت نمی‌شناسند، معلوم نیست آیا تلاش آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌ها در حد اقدامی سیاسی می‌ماند یا از آن فراتر می‌رود. ساعتی بعد از اینکه آمریکا گفت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران برگشته، بورس تهران در ساعت اولیه امروز قرمز پوش شد، اما افت شاخص‌ها در حد شوک به بازار نبود. همزمان بهای سکه و ارز افزایش یافت و قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد با حدود 750 تومان افزایش به بیش از 27 هزار تومان رسید. همزمان بانک مرکزی گفته که با عرضه سنگین ارز در بازار نیما به شرکت‌های فعال در صنایع پتروشیمی، فولاد و معدن اجازه داده که ارز حاصل از صادراتشان را علاوه بر صرافی‌های بانکی مستقیم به صرافی‌های مجاز بفروشند. آرش حسنیا روزنامه‌نگار از پراگ با ماست. آقای حسنیا، واکنش بازار امروز عجیب بود، اما خیلی‌ها میگن اونقدر شوکه کننده نبود. دلیلش چیه؟ بازار سهام ماه‌هاست یا شاید یکی دو سالی هست که تحت تاثیر آثار روانی ناشی از تحولات پرونده هسته‌ای ایران بعد از برجام و خروج آمریکا، بازگشت تحریم‌های آمریکا قرار داره. از این رو شاید برای فعالان بازار، اگرچه این تصمیم و این اتفاق هم یکی از عدم قطعیت‌ها و یکی از عوامل نااطمینانی بود، اما جدید نبود. شاید عادت کردن به این سرنوشت و زندگی با این وضعیت برای اونها عادی شده بود. ضمن اینکه البته در بورس ما شاهد عوامل دیگری هم بودیم که بر شاخص اثرگذار بود، از هفته‌های گذشته آغاز شده بود، اما مشخصاً بازگشایی نمادهای پالایشی یا خبری که مبنی بر اقدام شورای رقابت درباره بحث فولاد به وجود آمده بود، همینطور عوامل دیگری که در این پاییز، یعنی پایان شش ماهه اول که گزارش‌های شرکت‌ها قرار هست منتشر بشه، همه اینها از جمله عوامل عدم قطعیت بازار سهام بودند و مؤثر بر ریزش سهام، از جمله همین خبر بازگشت تحریم‌ها و اصطلاحاً به کارگیری مکانیزم ماشه. بازار بورس با وجود اینکه خب سوددهیش خوب بوده و خیلی بازار جذابی بوده برای سرمایه گذاران، اما هیچ وقت باعث نشد که جذابیت بازار سکه و ارز برای کسانی که سرمایه گذاری میکنن، مردم عادی، کم بشه. چرا؟ به طور سنتی این دو بازار بازارهای امنی به حساب میان برای سرمایه گذاری در شرایطی که خب به هر حال یک انتظارات منفی در آینده وجود داره، انتظارات تورمی، تحولات سیاسی یا نگرانی‌های از نااطمینانی‌هایی که در اقتصاد ایران وجود داره و می‌تونه در بازار سهام خودش رو نشون بده. از این رو در هر زمان که این انتظارات منفی بالا می‌گیره، این جذابیت‌ها به بازارهای ارز و طلا و سکه باز می‌گرده و از جمله همین اتفاق و همین خبر پایان مهلت و بازگشت تحریم‌ها از سوی آمریکا عامل مثبتی بود برای اینکه این جذابیت کماکان در این بازار فعال باشه و بالا بگیره و بخشی از سرمایه گذاری ها رو به خودش جلب کنه. البته به نظر میرسه که بانک مرکزی از قبل برای این موضوع فکرهایی کرده بود، نزدیک کردن قیمت ارز در صرافی ملی و در واقع قیمت رسمی بازارساز به قیمت بازار آزاد و کاهش کم کردن این حاشیه سود یکی از پیشبینی هایی بود که به نظر میرسه بانک مرکزی از روزهای گذشته راجع به امروز و نوسان های امروز از قبل بهش فکر کرده بود. آقای حسنی کوتاه لطفا، آقای همتی امروز توی صحبت هاش گفته که وعده گشایش ارزی داده، این گشایش به چه شکلی میتونه باشه؟ در یادداشتی که آقای همتی نوشته سه محور هست. دو محور، یکیش این که از در واقع گفتگوهایی با کشورهای خارجی خبر داده که ایران در اونها ارز داره و قرار هست که همکاری‌هایی صورت بگیره. محور دوم بحث افزایش یا
به هر حال توسعه فروش نفت هست که پیش از این آقای زنگره هم گفته بود که مویرگی ادامه پیدا میکنه. این دو محور رو ما اطلاعاتمون کامل و کافی نیست از اینکه متوجه بشیم که آیا این یک جنگ روانی متقابل هست با اتفاقی که در آمریکا و از سوی مسئولان آمریکایی رقم میخوره یا خیر. اما محور سوم نشانه هایی برای اینکه اتفاقاتی داره میفته وجود داره. محور سوم آقای همتی بحث در واقع تسهیل بازگشت ارزهای صادراتی پتروشیمی ها و فلزاتی هاست که همین توسعه فروش ارز در صرافی های مجاز و همینطور تسهیلاتی که در گمرک برای ترخیص کالاهای اساسی و سایر کالاهایی که در گمرک دپو شده، اینها نشانه هایی است از این که محور سومی که آقای همتی بهش اشاره کرده اتفاقاتی داره میفته برای اینکه تقاضای ارز دست کم برای وارد کنندگان با پاسخ مثبتی از سوی صادر کنندگان روبرو شه و صادر کننده ها انگیزه این رو داشته باشن که ارزهای خودشون رو به بازار ایران برگردونن اگر محدودیت های بانکی و محدودیت های ناشی از تحریم اجازه بده. متشکرم از توضیحاتتون آرش حسنی روزنامه نگار با ما، ممنونم. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. نخست وزیر کانادا زندانی کردن نسرین ستوده را به شدت محکوم کرده. جاستین ترودو در توییتی نحوه برخورد با این وکیل حقوق بشر را غیر قابل قبول دانسته و از حکومت ایران خواسته که فوراً او را آزاد کند. او گفته که دفاع از حقوق بشر جرم نیست. دیروز رضا خندان همسر نسرین ستوده گفته بود خانم ستوده که از زندان به اورژانس برده شده به دلیل شرایط وخیمی که داشته به بخش سی سی یو یا مراقبت‌های قلبی منتقل شده. زهرا رهنورد از رهبران جنبش سبز که نزدیک به 10 سال است همراه همسرش میرحسین موسوی در حصر خانگی است، اعدام نوید افکاری را قتلی بی‌رحمانه خوانده. خانم رهنورد در یادداشتی که وبسایت کلمه منتشر کرده گفته که مردم ایران در محیط پلیسی و در دورانی از غم اعدام‌های ظالمانه، زندان‌ها و احکام کینه‌جویانه و بی‌دلیل بی‌تاب هستند. نوید افکاری کشتیگیر ایرانی بعد از اعتراضات 2 سال پیش در شیراز بازداشت شد و به اتهام قتل یک کارمند حراست اداره آب اعدام شد. او می گفت بیگناه است و زیر شکنجه مجبور به اعتراف شده. بارش شدید باران و سیل در استان گیلان در شمال ایران خسارات زیادی به زیرساخت‌های این استان به ویژه به منطقه غربی آن وارد کرده. گزارش شده که شهرستان تالش وضعیت بحرانی پیدا کرده. فعلا بارش باران در تالش بند آمده اما حجم خسارات بسیار سنگین برآورد شده. و معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در تهران میگوید که طی روزهای اخیر تعداد مبتلایان بستری در بیمارستان‌های این شهر 10% زیاد شده. نادر توکلی با اشاره به همزمانی کرونا و آنفولانزا در فصل پاییز گفته که بیمارستان‌ها به دنبال افزایش تعداد تخت‌ها و نیروهای درمانیشان هستند. وزارت بهداشت امروز اعلام کرد که 24 استان از نظر شیوع کرونا در وضعیت قرمز قرار دارند. طبق آمار رسمی از دیروز حدود 3100 مورد جدید ابتلا شناسایی شده و 183 نفر جانشان را از دست دادند. شراره صادقی همسر حیدر قربانی در ویدیویی از مدافعان حقوق بشر خواسته تا به حکم اعدام این زندانی کرد در ایران اعتراض کنند. آقای قربانی 4 سال پیش به دنبال قتل مسلحانه چند عضو سپاه پاسداران در شهرستان کامیاران استان کردستان بازداشت شد، اما خانواده او و گروه‌های حقوق بشری میگویند که او بیگناه است و تحت شکنجه وادار به اعتراف به قتل شده. به گفته همسرش حکم اعدام او به اتهام بغی یا شورش مسلحانه در دادگاهی ناعادلانه صادر شده. شراره صادقی همسر حیدر قربانی زندانی سیاسی محکوم به اعدام هستم. حیدر 5 سال از زیر سخت‌ترین شکنجه های روحی و روانی و جسمانی می باشد. و نه تنها حیدر بلکه من و فرزندانم هم در این چند سال در تخت‌ترین و ناگوارترین شرایط زندگی بوده ایم. در دادگاه انقلاب سنندج حکم خودسرانه و ناعادلانه بغی برای همسرم روا داشتند و حکم اجباری بوده. از تمام جامعه جهانی و سازمان های حقوق بشری خواستارم که نگذاری زندگی من و فرزندانم از این که هست تلختر شود و حکم اجباری اجرا شود. صحبت های شراره صادقی بود، همسر حیدر قربانی زندانی کرد که به اعدام محکوم شده.
در آمریکا با درگذشت یکی از 9 قاضی دیوان عالی بحث‌ها درباره کسی که قرار است به جای او به این بالاترین نهاد قضایی و قانونی برود بالا گرفته. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و بعضی از چهره‌های ارشد حزب جمهوری‌خواه می‌گویند که باید هر چه سریع‌تر و تا قبل از دوره بعدی ریاست جمهوری این فرد تعیین شود. اما دموکرات‌ها و بعضی از جمهوری‌خواهان مخالفت کردند. اعضای دیوان عالی با پیشنهاد رئیس جمهوری و تایید مجلس سنا تعیین می‌شوند. همکارم هادی نیرلی از مریلند آمریکا با ماست. هادی، در دوره قبلی وقتی در دوران باراک اوباما چنین وضعیت مشابهی پیش اومد، جمهوری‌خواها نذاشتن که این اتفاق بیفته و نهایتاً دونالد ترامپ خودش قاضی رو انتخاب کرد. چرا این بار اینقدر عجله هست برای تعیین این قاضی؟ جمهوری‌خواهان اکثریتشون میگن، همینجور دونالد ترامپ میگن که اون بار سال 2016 وقتی این اتفاق افتاد، سنا به دست جمهوری‌خواهان افتاده بود، حزب رقیب رئیس جمهور، و به همین خاطر منطقی بود که لازم باشه سنا صبر بکنه تا ببینه در انتخابات 2016 مردم در نهایت به کدام رئیس جمهور رأی میدن، نامزد جمهوری‌خواهان یا نامزد دموکرات‌ها. ولی الان هم سنا جمهوری‌خواه و هم رئیس جمهور، و به تعبیر اونها فضا جوری هست که رئیس جمهور بتونه در واقع کرسی خالی رو پر بکنه در دیوان عالی. از طرفی هم دونالد ترامپ یکی از وعده های انتخاباتیش در دوره قبلی در سال 2016 پر کردن دیوان عالی با قاضی های محافظه کار بود. به این ترتیب او تا الان که تونسته 2 قاضی محافظه کار به این عالی ترین نهاد قانونی و قضایی آمریکا بفرسته، اگر بتونه یک نفر سومی رو هم در این فرصت معرفی بکنه، نزد رای دهندگان به او عمل به وعده ها خواهد بود. برای همین براش مهم است. دونالد ترامپ گفته که یک قاضی زن رو میخواد معرفی بکنه. میدونیم که در میان قضاتی که هستن این احتمالات کیان؟ فهرست چند نفره وجود داره، ولی محتمل ترین ها 2 قاضی دادگاه فرجام در سطح دادگاه فدرال آمریکا هستن، قاضی باربارا لگوا، یک قاضی با گرایش محافظه کار و از خانواده کوبایی که پدر و مادرش از حکومت فیدل کاسترو به آمریکا پناه آوردند، و همینطور قاضی ایمی بارت، یک قاضی محافظه کار دیگر که او هم در واقع با گرایش های محافظه کارانه شناخته میشه، و این 2 هستن که در صدر هستن، احتمال بیشتری داده میشه در موردشون. و خود دونالد ترامپ تصریح کرده که به نظرش خوبه که قاضی زن فرستاده بشه به دیوان عالی. در روزهای آینده روشن‌تر خواهد شد که آیا در نهایت دولت دونالد ترامپ اقدام می‌کنه برای معرفی گزینه پیشنهادی یا نه. این خیلی بستگی داره به اینکه چقدر جمهوری‌خواهان با او همراه بشن. متشکرم از توضیحاتت همکارم هادی نیلی، با ما ممنونم. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. دبیر کل سازمان ملل متحد در واکنش به اصرار آمریکا بر اجرای تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران میگوید که ابهاماتی وجود دارد و او نمیتواند در این جهت اقدام کند. برخلاف دونالد ترامپ، دموکرات‌ها با اعلام جایگزین قاضی کینزبرگ در دیوان عالی آمریکا پیش از انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردند. در ادامه این برنامه، آشوی کرونا، آمار ازدواج اجباری زیر سن قانونی و شمار کودکان کار در هند افزایش یافته. هزاران نفر در بانکوک، پایتخت تایلند، به خیابان‌ها رفتند و خواهان اصلاح نظام سلطنتی این کشور شدند. تظاهرات امروز بزرگترین تجمع اعتراضی در سالیان اخیر در تایلند به شمار می‌رود. از 6 سال پیش که دولتی با کودتا در تایلند روی کار آمد، این کشور شاهد اعتراضات مختلف بوده. تظاهرات در هفته‌های اخیر پرجمعیت‌تر شده، اما هنوز گزارشی از برخورد با معترضان و خشونت منتشر نشده. جزئیات بیشتر در گزارش مهرداد فرقند. این لوحه قرار است برای تایلند نماد دموکراسی باشد. بیش از 80 سال پیش در همین نقطه تغییر نظام به مشروطه سلطنتی اعلام و لوحه‌ای دقیقاً مانند همین در آن نقطه گذاشته شد. اما 3 سال پیش آن لوحه ناپدید و لوحه دیگری به جایش گذاشته شد در ستایش پادشاه. این جوانان اکنون دارند دوباره لوحه‌ای مانند قبلی جایش می‌گذارند. همین جابجایی لوحه‌ها وضعیت را در تایلند توضیح می‌دهد. تا
تظاهرکنندگان خواهان بازگشت به آرمان‌های نظام مشروطه‌اند، مشروطیتی که از دید آنان با کودتای 6 سال پیش رو به افول نهاد، جای خود را به حرکت به سوی استبداد داد. اتهام نظام به استبداد به معنای اهانت به پادشاه تعبیر می شود. بنابر قانون اساسی تایلند، پادشاه مقدس است. نه تنها اهانت که حتی انتقاد از او هم کیفری بس گران دارد. محاکمه پشت درهای بسته و سالهای سال زندان. در 6 سالی که نظامیان به قدرت رسیدند، اهانت به پادشاه دستاویز برخورد با کنشگران سیاسی شده. خود پادشاه هم صدایش در آمده، با زیاده روی در کاربرد این قانون مخالفت کرده، اما همان روند ادامه دارد. تظاهر کنندگان می خواهند هم دولت برخواسته از کودتا کنار رود، هم قانون اساسی اصلاح شود. در انتخابات اخیر مجلس، طرفداران اصلاحات موفقیت چشمگیری به دست آوردند. شماری از کرسی‌های قانونگذاری را از آن خود کردند، اما دادگاه حزب پیشروی آینده را که خواهان اصلاحات است منحل کرد. اعتراض به این حکم است که تظاهرکنندگان را در هفته‌های اخیر به خیابان‌ها ریخته. تظاهرات تاکنون تنها در روزهای تعطیل آخر هفته برگزار شده و مسالمت آمیز بوده. پلیس با تظاهرکنندگان درگیر نشده، هرچند راهشان را در جایی سد کرده. در آنجا هم تظاهرکنندگان نامه‌ای به پلیس دادند و قول گرفتند که نامه به دست پادشاه برسد. رسیدن نامه به دست پادشاه را هم پیروزی خود اعلام کردند و پراکنده شدند. مرتضی فرهمند، BBC. همزمان با ادامه رایزنی‌های گروه‌های تماس نمایندگان دولت و طالبان در دوحه قطر، خشونت در افغانستان رو به افزایش است. در جریان حملات نیروهای دولت و طالبان در 2 روز گذشته، 10 نفر از جمله غیر نظامیان در بخش‌هایی از این کشور کشته شدند. این در حالی است که هیئت مذاکره کننده دولت در دوحه گفته تلاش برای حل اختلافات در مورد آغاز نشست عمومی در جریان است. هیئت طالبان هم گفته که امروز هیچ نشستی تنظیم نشده. فردین هاشمی، رئیس مرکز مطالعه توسعه افغانستان، از کابل با ماست. آقای هاشمی، انتظار می رفت که با شروع گفتگوهای صلح تنش کمتر بشه، اما در چند روز اخیر حملات افزایش داشته. چرا؟ ببینید، چندین دلیل میتونه مطرح باشه. یکی که خب گروه طالبان هم در طول 20 چند سال اخیر همواره یک ماهیت جنگی داشته، و اگر شما خواسته باشین این گروه به یک بارگی تغییر ماهیت بدین، من فکر میکنم کمتر امکان پذیر است. نکته دیگه که ایست که درسته که در سطح رهبری طالبان مذاکرات آغاز شده، ولی شاخه‌ها و زیرشاخه‌هایی که در گروه طالبان وجود داره در افغانستان میتونه که آتش جنگ در بعضی از موارد کلانتر بسازه، و نتیجه چنین شرایطی است که ما داریم. و طبیعتاً رفتار دولت هم در قبال از دفاع از مردم و کسانی که در زندگی می‌کنند، به نتیجه چنین رویکرد طبیعتاً میتونه بالا رفتن بیشتر خشونت در افغانستان باشه. اشاره کرده که ممکنه خشونت‌ها حتی بیشتر هم بشه، اما این خشونت‌ها خب توأم با مذاکرات در واقع داره انجام میشه. چه تأثیری میتونه بگذاره روی مذاکرات؟ ببینید، روند مذاکراتی که آغاز شده از ابتدا نیازش به یک اجماع کلان در خود افغانستان، در سطح منطقه و رویکردی که ایالات متحده آمریکا در قبال پروسه صلح افغانستان در بر گرفته بود، به باور من بیشتر نیازمندی بود که در درون خود افغانستان بیشتر کار صورت بگیره. نخبگان سیاسی، جامعه مدنی، مردم بیشتر در این روند دخیل باشند. در واقع آنچه که نیاز خود جامعه افغانستان بود باید از سوی ایالات متحده بیشتر در نظر گرفته میشد. تا امروز که مذاکرات آغاز میشد ما به نتایج مطلوبتر دست پیدا میکردیم. وقتی که چنین شرایط فراهم نشه از ابتدا، خود مسئله مذاکرات صلح و باور کار سخت‌تر میشه که شما بتونید در افغانستان این مقوله پیاده بسازید. نکته دیگه، بحث منطقه، در واقع کشورهایی که در منطقه دخیل هستن در قضای افغانستان، بعضی از کشورها نگاه یکسان با ایالات متحده آمریکا ندارن و طبیعتاً میتونن تاثیرگذار باشن در روند مذاکرات. مشکرم از توضیحاتتون. فردین هاشمی، رئیس مرکز مطالعه توسعه افغانستان، از کابل با ما. ممنونم.
دوران قرنطینه به خاطر شیوع ویروس کرونا برای کودکان در گوشه و کنار جهان بسیار زیانبار بوده، از جمله در هند، جایی که فشارها و محدودیت‌های جدید موجب شده تا ازدواج اجباری، قاچاق و بیگاری کودکان بیشتر شود. تابستان امسال تعداد تماس‌های تلفنی برای درخواست کمک از مراکز مبارزه با ازدواج کودکان 17% افزایش داشته. گزارشی ببینیم از دیویا آریا. مسابقه با زمان برای متوقف کردن ازدواج یک کودک. پلیس به دنبال دختری 12 ساله است که خانوادهش میخواهند شوهرش دهند. حالا پیدایش کردند. پدر و مادرش میگویند ترتیب ازدواج را داده بودند، اما بعد متوقفش کردند. این بهانه است که خانواده ها برای فرار از پیگرد قانونی مطرح میکنند. ازدواج دختران زیر 18 سال در هند غیر قانونی است. تصمیم من نبود، تصمیم پدرش بود و من بهش هشدار دادم، اما گوشش بدهکار نبود. این دختر همچنان در خطر است و او را به خانه ای امن میبرند. خانواده های فقیر اغلب دختران را به چشم باری بر دوششان میبینند. از خانواده انتظار میرود پول عروسی بزرگ را بپردازد، اما با محدودیت های دوران کرونا تنها مراسم کوچک مجاز است. وقتی این خانواده پیشنهادی برای دخترشون دریافت کردن، وسوسه شدن، چون عروسی کم خرج تر میشد و میتونستن مهمانان خیلی کمتری دعوت کنند. برای بسیاری کمک دیر از راه میرسد. این دختر 16 ساله را با کتک شوهر دادند. بعد فهمید که شوهرش معتاد به الکل است. از خانه او فرار کرد و حالا در پناهگاهی زندگی میکند. عمه و مادر بزرگم به من فشار آوردن که ازدواج کنم. پدرم زنده نیست و مادرم به تنهایی نمیتونست جلوی فشارهای عمه و مادر بزرگم مقاومت کنه. حتی وقتی مدرسه ها دوباره باز بشن، خیلی از این دخترها دوباره سر کلاس بر نمیگردن و نگرانی دیگه ای که داریم اینه که ممکنه اونها رو برای خدمتکاری یا سکس قاچاق کنن. دخترانی که در خطر هستند می توانند به شماره ویژه 24 ساعته که دولت هند بودجه‌اش را تأمین می کند تلفن کنند. این مرکز وظیفه دارد ظرف 1 ساعت از تماس تلفنی به دختر کمک برساند. داخل این پناهگاه دخترها فعلا در امنیت هستند. آنها امیدوارند که بتوانند از اینجا پا به دنیای بیرون بگذارند و زندگیشان را بسازند. دیویا آریا، BBC News، دلی. ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری.